افگین رو به پلیس اون تحویل داده. تو از کجا میدونی؟ خب یکم فیلم بازی کردم، اونو کارش نداشته باشه، اعتراف کرد. میگم اعتراف کرد، باور نمی کنی تو روم گفت. من احمقم، احمقم. چرا هر بار حرفشو باور میکنم؟ چرا هر بار این زنو میبخشم و خنشه؟ چرا؟ خیلی خیلی خوب عزیزم، آروم باش. تو احمق نیستی، منو نگاه کن. تو اصلا احمق نیستی، فقط مامانت از اونی که فکر میکردی من بدتره. متاسفم. برای این دفعه حساب پس میده. با ارزشترین چیزی که تو زندگیم هست تو ازم گرفتی. این دفعه تقاص کارشو پس میده. باشه عشقم، خیلی خوب. میخوای چی کار کنی؟ تو هم میخوای مثل هوشی؟ تصمیم چیه؟ یه نفر رو میارم. کیو؟ کابوس ترسناک این سر خانومو. تنها کسی که جلوی اون مثل بید میلرزه، تنها کسی که این زندگی رو براش جهنم میکنه. یعنی همچین آدمی روی زمین هست؟ چه جورشم؟ همه چی برای مهمون کوچولوم مونه. مامانشم رفته، قربونش برم. اینشالله به زودی حالش خوب میشه، مگه نه یامور جون؟ بله مامان جون. به به، چقدر خوششانسم. سه تا دختر خوشگل و ناز کنارم هستن. دیگه چی میخوام؟ یکم وجدان. من باز میکنم. دخترم بشین، در رو باز میکنم. نه من باز میکنم. ای بابا، برای چی اینقدر هیجان زده شد؟ مگه مهمونش مسال نبود؟ انگارون نبوده، نمیدونم. پس کی میتونه باشه؟ بفرمایید. قصه ها یه ویژگی عجیب دارن. تو زندگی میشه، ولی تو قصه ها شانس دوباره وجود نداره. خوش آمد نمیگیسته بابا؟ فکرم میخواستی بگی آقا هارون جادوگر بعد در نهایت به مجازات میرسه. زیبای خفته بیدار میشه و پرنسس همیشه نجات پیدا میکنه. بابا دمت گرم، این زنو وحشت زده کردی. تو دیگه کی هستی؟ ولی درست موقع پایان خوش دخترم،